تدابیر امنیتی در کشور تشدید می شود. این تدابیر به دنبال ناآرامی‌های اخیر صورت می گیرد که در مقایسه با سالهای گذشته کم سابقه عنوان شده است. این اداره دیروز جمعه با انتشار اعلامیه‌ای گفته که کابل و تمامی ولایات کشور شامل این برنامه می شود و هدف آن جلوگیری از حملات تروریستی است. آمریکا صدها نظامی خود در افغانستان را همچنان نگه می‌دارد. واشنگتن پست در گزارش نوشته که نظامیان برای سال آینده در افغانستان حضور خواهند داشت و علاوه بر 9800 سربازی‌اند که قبلاً تعداد آن اعلام شده بود. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، این نظامیان آمریکایی تا زمانی در افغانستان باقی خواهند ماند که سایر اعضای پیمان ناتو عساکرشان را به این کشور اعزام کنند. مقامات آمریکایی می‌گویند بحث‌ها بین اداره رئیس جمهور اوباما و سایر متحدان در مورد این که پیمان ناتو چه تعداد عساکرشان را برای مأموریت آموزشی به افغانستان اعزام کند ادامه دارد، اما این مقامات از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده‌اند. پیشبینی شده که در مراسم اربعین حسینی در این هفته بیش از 17 میلیون زائر در کربلای محله حضور پیدا کنند. با گزارش پایگاه لبنانی العهد، جاسم المالکی رئیس کمیته گردشگری ولایت کربلا اعلام کرد پیشبینی میکنیم که مراسم اربعین حسینی علیه السلام امسال در کربلا بیش از 17 میلیون زائر عراقی و خارجی در کربلای محله حضور داشته باشند. و افزود بر اساس برآوردها 15 میلیون زائر از مناطق مختلف عراق و 2 میلیون زائر نیز از کشورهای مختلف وارد کربلا خواهند شد. از تدابیر ویژه برای ایجاد اقامتگاه جهت اسکان زائران در مکاتب و زدن چادر در مناطق منتهی به کربلا خبر داد. سازمان عفو بین الملل از کشورهای ثروتمند مانند چین، روسیه و برخی کشورهای عربی انتقاد کرده که در زمینه کمک با میلیون‌ها آوره سوری اقدامات لازم را انجام ندادند. در آستانه کنفرانس بین المللی به تاریخ 9 ماه دسامبر برای جمع آوری کمک برای آوارگان جنگ سوریه، این سازمان گفته با 5 کشور همسایه سوریه که میزبان حدود 4 میلیون آوره سوری هستند، کمک‌های لازم صورت نگرفته و این کشورها در تنگنا قرار دارند. شریف السید علی رئیس حقوق مهاجران در سازمان عفو بین الملل گفت کوتاهی کشورهای عربی در زمینه پذیرفتن آواره‌های سوریه شرم‌آور است. سازمان ملل میگوید این نگرانی وجود دارد که در آمریکا وقت قربانیان رفتار پلیس سیاه پوست باشند، مأموران از مجازات در امان میمانند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل میگویند نگرانی‌ها درباره عملکرد هیئت منصفه در محکوم نکردن پلیس‌های متهم در مرگ دو شهروند سیاه پوست مشروع بر حق است. بیانیه سازمان ملل تبرئه پلیس‌های درگیر در مرگ اخیر دو شهروند سیاه پوست را بخشی از الگوی مسئولیت از مجازات متهمانی می‌داند که قربانی‌هایشان از اقلیت‌ها هستند. در ماه‌های گذشته هزاران نفر در اعتراض به کشته شدن دو مرد سیاه پوست و دست افسران سفید پوست پلیس آمریکا به خیابان‌ها آمدند. اعتراض‌ها زمانی افزایش یافت که مأمورین پلیسی که این دو سیاه پوست را کشته‌اند گناهکار شناخته نشد. ریتا ایژاک گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اقلیت در بیانیه گفته است من نگران تصمیم‌های هیئت منصفه هستم. شواهد روشنی در رابطه با هر دو حادثه وجود دارد. یک کارشناس حقوق بشر که در حال حاضر گروه کاری کارشناسان سازمان ملل در امور آفریقای تباران را رهبری می‌کند گفته که این موارد به نگرانی‌های پیشین ما افزوده است. او اشاره می‌کند که آمریکایی‌های سیاه‌پوست با تبعیض نژادی گسترده و طولانی مدت به ویژه در رابطه با دسترسی به عدالت و عملکرد تبعیض‌آمیز پلیس روبرو بوده. یوسف القرضاوی از علمای برجسته مصر و 41 نفر دیگر از رهبران اخوان المسلمین در فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل پلیس بین المللی قرار گرفتند. با گزارش پایگاه العهد، منابع امنیتی در مصر از قرار گرفتن نام 42 نفر از رهبران اخوان المسلمین در فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل خبر دادند. بنابر این گزارش، اینترپل در همکاری با مقامات امنیتی مصری نام این 42 نفر را
که یوسف القرضاوی در صدر آنها قرار دارد در این فهرست جای داده است. افرادی که تحت تعقیب اینترپول قرار می‌گیرند باید در هر کشوری از جهان که حضور دارند بازداشت شوند تا فرایند محاکمه و مجازات آنها فراهم شود. در یک اقدام کم سابقه برای نجات زیستگاه پرندگان کمیاب از نابودی، در شرق کابل دست کم 150 تن از جوانان زباله‌های کول حشمت خان را پاککاری کردند. گفته می شود که این ساحت زیستگاه 15 نوع پرندگان کمیاب در افغانستان است. برنامه پاککاری کل حشمت خان و تلاش سازمان جوانان برای تغییر و با همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ، سازمان رضاکاران ملل متحد و برنامه انکشافی ملل متحد راه اندازی شده است. سازمان جوانان برای تغییر هشدار داده که این منطقه از بین خواهد رفت و حیات پرندگان با خطر جدی مواجه است. عنایت الله صافی رئیس این سازمان میگوید این تالاب به دلیل بی‌توجهی دولت‌های پیشین و غصب زمین‌های اطراف آن در 3 دهه گذشته گونه‌های زیادی از پرندگانش را از دست داده است. به گفته ایوی در حال حاضر ترمیمگاه موترها محل خرید و فروش مواشی و دیگر شغل‌ها اطراف تالاب را برای پرندگان تنگ کرده و ده‌ها نوع پرنده مجبور به کوچ اجباری شده‌اند. صافی گفت تمامی زباله‌ها و کثافات اطراف به تالاب انداخته می‌شود و از مجموع 950 جریب زمین تالاب 50 جریب آن غصب شده است. تالاب کول حشمت خان در شرق کابل زمانی زیستگاه 157 نوع پرنده کمیاب و محل تفریحی برای پادشاهان، رؤسا و شهروندان کشور بود. اما حالا وزارت زراعت مسئولیت حفظ کول حشمت خان را به عهده دارد. این وزارت تأکید کرده که در حال حاضر 107 نوع پرنده در این تالاب زیست دارند. بالاترین مقام سابق امنیتی چین برای انجام تحقیقات درباره فساد مالی بازداشت و از حزب کمونیست اخراج شده است. دادستان عالی خلق، بالاترین اداره دادستانی چین، جمعه شب با صدور بیانیه اعلام کرد روند تحقیقات رسمی از ژویونگکانگ آغاز شده است. آقای ژو تا 2 سال قبل که بازنشسته شد، ریاست بزرگترین اداره امنیت داخلی چین را به عهده داشت و گفته دادستانی چین بسیاری از همکاران سابق این مقام و بستگان او نیز با اتهام فساد مواجه هستند. شینهوا خبرگزاری رسمی چین گزارش داده که رئیس پیشین بزرگترین دستگاه امنیت داخلی آن کشور با اتهامات از قبیل تخلف جدی از اصول حزب، دریافت رشوه در مقیاس وسیع و رابطه جنسی نامشروع با چند زن مواجه است. ارزش دارایی‌های خانوادگی آقای ژو که اینک از سوی دولت ضبط شده نزدیک به 14 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. آقای ژو همچنین پیشتر از اعضای با نفوذ کمیته مرکزی حزب کمونیست بوده است و برای سال‌ها به عنوان مخوف‌ترین چهره در چین شناخته می‌شد. با این حال این مقام سابق امنیتی از حدود 1 سال قبل و به شکل سازمان یافته به حاشیه رانده شده و بستگان و همکارانش به اتهام فساد تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و از کار برکنار شده اند. یکی از وزیران دولت چین پیشتر گفته بود که تکمیل روند تحقیقات از آقای ژو زمان زیادی خواهد برد. با نزدیک شدن یک طوفان قدرتمند موسوم به هاگوپی و سواحل مرکزی فیلیپین، صدها هزار نفر خانه های خود در شهرها و روستاها را در این مناطق ترک کردند. این طوفان امروز و امشب به این مناطق میرسد و صدها پرواز نیز لغو شده و هزاران مسافر در میدانهای هوایی گیر افتادند. هزاران نفر در طوفان هایان یک سال پیش در این مناطق جان خود را از دست دادند.